سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز و گل وقتتون انشالله که به خیر باشه. دوستای عزیز، اومدم در رابطه با قبولی کنکورتون صحبت بکنم و اینکه شما بعد از اینکه دانشگاه قبول شدید باید چیکار کنید، چون خیلی ها صرفا میگن خب ما میریم دانشگاه و ادامه میدیم به همین سادگی، یعنی اصلا براشون مهم نیست که قراره چه اتفاقی بیفته، ولی یه فردی که خیلی خیلی براش زندگی مهمه، هدفش مهمه، کارش مهمه، ارتباطاتش مهمه، همه اینا براش مهمه، طبیعتا نمیشه که همینطوری بره دانشگاه یا بگه که من میخوام برم دانشگاه و زمانی که به عنوان مثال وارد بشم تصمیم خودم رو میگیرم. نه بچه، اینطوری نیستش. اولین موردی که میخوام در رابطه باش باهاتون صحبت بکنم اینه که شما بچه ها ببخشید من نفسم یکم بالا نمیاد و به خاطر هوای خیلی گرم اینجا هستش که واقعا دست خودم نیستش. الان دما این 31 درجه است، البته با 3 درجه اختلاف نشون میده که 34 درجه حساب میشه و برای تایم صبح خیلی گرمه. داشتم براتون میگفتم بچه ها، اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که شما در بدو ورود به دانشگاه و بعد از اینکه ثبت نام خودتون رو انجام دادید باید قبلش فکر کرده باشید که اونجا قراره چه فعالیتی رو استارت بزنید. یعنی مثلا اولین نکته که خیلی بهش توجه میشه خود درسه. طرف میگه خب من درسم رو میخونم، نمره هامو خوب میکنم و ازتون خواهش میکنم وقتی رفتید دانشگاه در وهله اول روی درستون کار کنید. نذارید دیدن 5 نفر افراد جدید، 4 نفر افراد مختلف توی دانشگاه، هم کلاسی های خودتون، چه اول ترم، چه دوم ترم، چه ترم سوم، چه ترم آخر، باعث بشه که شما از درس خوندن بزنی و مطالعه نداشته باشی و بذاری شب امتحان، ضرر میکنی. اما اگه درستو خوب مطالعه کنی، 2 روز یه بار مطالعه درسی داشته باشی، 2-3 ساعت بخونی، مطمئن باش که بعد از تحصیل شرایط برات به شدت عالی میشه، به شدت به شدت به شدت، فقط روی همین مورد درس خوندن. نکته دومش، حواستون به ارتباطات خودتون در داخل دانشگاه باشه و به قول معروف رعایت بکنید، نه اینکه مثلا فقط صرفا وقتتون گرفته بشه با ارتباطات زیاد، بلکه ممکنه دردسر هم براتون ایجاد بشه، دردسرهایی که گاهی ممکنه جبران ناپذیر باشه یا جبرانش سخت باشه. پس حواستون به این مورد باشه. بچه‌ها میدونن دارم راجع به چی صحبت میکنم. نکته بعدی که همه باید بهش توجه بکنن موقع رفتن به دانشگاه، توجه و تمرکز روی خودت و کارته. یک کاری رو استارت میزنی، یک فعالیتی رو شروع میکنی. اگه خونه خودت بودی، دانشگاه بود، اگه خوابگاه بودی، بر اساس شرایطی که داری باید سعی بکنی که یه تصمیم گیری درستی رو داشته باشی. به تب مشخصه، یه کار آنلاین میتونی استارت بزنی، یه کار فیزیکی رو میتونی شروع بکنی. فقط باید حواست باشه که بازم میگم به درس لطمه نخوره. درس 70% اهمیت داره، کار، پیشرفت توی کار 20%، 25% و اون 5% هم فقط ارتباطات شما خواهد بود. پس حواستون به این مورد باشه. نکته بعدی که میخواییم خدمتون عرض بکنیم اینه که شما زمانی که وارد شدید سعی بکنید که روزی 20 دقیقه، روزی نیم ساعت یک زبان رو استارت بزنید و یاد بگیرید. 20 دقیقه یعنی اصلا روزی 10 تا لغت حفظ کن، فقط روزی 20 تا لغت حفظ کن، فقط اصلا تا سال اول تو روزی 20 تا لغت حفظ کن تا 1 سال، ببین که چقدر پیشرفت میتونی بکنی. روزی 20 تا لغت میتونی مثلا بعد 1 سال یا بعد 6 ماه آروم آروم چیزای دیگه زبان هم اضافه بکنی. زبان بلد باشی، چه تو ایران باشی چه توی خارج از کشور باشی، موفق خواهی بود یا موفق تر خواهی بود. پس حتما به این مورد توجه کن. و مورد بعدی که میخوام خدمتتون بگم، پس بچه‌ها تا اینجا 3-4 مورد کامل رو براتون گفتم. حواستون به اکتا، به رفتارها، به عملهایی که انجام میدید توی دانشگاه باشه، خیلی زیاد حواستون باشه، چون جدا از این که دانشگاه خیلی خوبه، همه چی اوکیه، همه چی فوق‌العاده است، ولی ممکنه اگه به شرایط عادت بکنی، یعنی یه شرایطی که زیاد خوب نیست،
دست خودت دیگه نباشه، یهو داری یه سری کارهایی انجام میدی که قبلا برات خط قرمز بوده، ممکنه که به دردسر بیفتی، پس حتما حواستون به این مورد باشه. اما نکته بعدی که در رابطه با دانشگاه میخوام عرض بکنم خدمتتون بیشتر به خوابگاه مربوط میشه. زمانی که شما وارد دانشگاه میشید به تبع خیلیاتون وارد خوابگاه میشید، توی خوابگاه باید بیشتر نسبت به دانشگاه رعایت بکنید. ببینید لذتتون رو میبرید، درستون رو میخونید، زبان میخونید، بیرونتون رو میرید، تفریحتون رو میکنید، همه اینا هست، قرار نیست بهتون سخت بگذره. ولی بازم میگم مخصوصا توی ارتباطات خوابگاه خودتون خیلی زیاد توجه بکنید. فردی رو به عنوان یک دوست بشناسید که هم هدف با شما باشه، یا حداقل اگه هم هدف نیست شما رو بتونه کمک بکنه برای رسیدن به هدفتون. خیلی از دوستان اینطوری نیستن که باید حواستون باشه توی خوابگاه و از همون اول مشخص بکنید شرایط خودتون رو. خیلی از بچه‌ها مشخص نمی‌کنن، یا از درس می‌افتن، یا از درآمد می‌افتن، یا از پیشرفت کردن می‌افتن، دیگه نمی‌تونن اون پیشرفت و کاری رو که باید و شاید آغاز کنن. بذارید ببینم ویدیو ضبط میشه یا گوشی داغ شده و قطع شده. نه، اوکی اوکی. بله بچه‌ها، داشتم براتون میگفتم حواستون به این مواردی که خدمتتون عرض کردم باشه. نکته بعدی، همه این موارد مدیریت کردن و هندل کردنش و منیج کردنش یکم کار سختیه. خب کار سختیه، میدونم. ممکنه همین که وارد دانشگاه میشید تمام حرفای من یادتون بره، ولی بعد یه ماه آروم آروم این حرفا دوباره برای شما نمایش داده میشه. ممکنه ویدیو رو دوباره نگاه کنید، ممکنه مشخص بشه براتون که واقعا اومدید اینجا چیکار، اومدید پیشرفت، اومدید موفقیت به دست بیارید، یا نه صرفا برای گرفتن مدرک. در هر صورت سعی بکنید که این موارد رو رعایت بکنید که انشالله برای شما خوب اتفاق بیفته و خیلی درست پیشرفت بکنید انشالله. یا